سلام گرم و صمیمی مرو بپذیر تماشابینان عزیز، اینک مغروح اجادی برنامه نقش در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی قرار داریم و امروز در برنامه‌مون باشد نمایشنامه خیرسو انتخاب کردیم. فعلا باشد با قهرمان این نمایشنامه هنرپیشه صاحب استعداد دارنده مدال شایسته کارگردان جوان تئاتر ابوکریم مشرب صحبت خواهیم کرد. نمایشنامه خیرس از روی اثر آنتون چخوف در تهیه کارگردان تهیه‌گر اعظم روزی قفوری صحنه آمده است. در انتخاب آرایش موسیقی باشد قهرمان ما ابوکریم مشرب سهم گذاشته است. آغاز این نمایشنامه درباره یک نفر زن قصه میکند که او غمگین است، مصیبت دارد، از این خاطر از آدمان دوری میجوید. همین طور نه؟ بله درست. وقتی که شوهر پاپا وفات میکند، این زن تقریبا در مدت یک سال عزاداری میکند. در این بین وای نه از خانه بیرون میبراید و نه یکون کس رو با خانه، یعنی مهمون رو قبول میکند. این از سبب اون که شوهرش یک مردی که بزنش اعتبار نمیداد، مناسبتی خوب نداشت، همیشه عیاشی میکرد، معشوق بازی میکرد و به این خاطر بعد وفات یعنی شوهرش، زن یعنی میخواست که به همون شوهرش اثبات کند که او رو دوست میدارد. هرچند که طول یک سال از او داشتن برای این زن دشوار بود، نوابسته از این به این عزاداری طاقت کرده و یک روی خود رو نشون میدهد. مراجعت کردن هنر پیشه جوان و امیدبخش ما عبدالکریم مشرب با چخوف، من میدانم که این انتخاب خودی عبدالکریم بود. از بین جوانان تئاتر هنرمندی است که اهل مطالعه است، در پردازخانهش فرهنگ و لغت ها جا دارد، لغت خانی هم یک کسب بسیار خوب، یک شغل بسیار خوب از تاریخ بوده و هر یک کلمه و هر یک معنای این یا آن نام جستجو میکند و مراجعت کردن به چخوف و به خصوص همین اثر خیرس که از طرف عبدالکریم پیشنهاد شد با اون گروهی که جمع شدند جوانان و سر این اثر قرار گرفتند که همین اثر رو روی صحنه میارند، در رپرتوار تئاتر نقشه تئاتر وارد شد. بسیار باعث خرسندی است که جوانانی تئاتر با چنین یک اثری بسیار قوی مراجعت کردند. نمایشنامه خیرس 44 دقیقه را در بر میگیرد و نقش شما در 11 دقیقه نمایشنامه آغاز میگردد. همچون زمیندار به خانه خانم پاپوا آمده، خود را گریگوری استپانویچ سمیرنوف معرفی کردید و به این زن هشدار نمودید که مرحوم شوهرتون از من قرض دار است، مبلغم را برگردانید. برای آفریدن این نقش چقدر تمرین کردید و همین ابراز برای خود شما قابل قبول بود؟ تمرین به گمانم که یک طولی تقریبا از یک تا یک نیم ماه وقت گرفته بود. این کاری مستقلانه بود، غیر پلانی بود. وقتی که این پیس رو بهرام قربانزاده، کارگردان همین جوان همین تئاتر ما است، با من داده بود، وقتی من خوندم با من پیسان اومد، نقشم پیسان بود و من یک گروه بچه ها جمع کردم و ازم، تحمینه، شهزاد،
اساسا جمع کردیم در گریم خونه کار میکردیم. خمون کار میکردیم طول یک ده روز پونزه روز کار کردیم، بعد به صحنه بالو برامدیم و همونجا تمرین ها کردیم. آبراز برای من پسند است، رخش خیلی خوب است. باروچی که به استفا برامده ارتیلریا زمیندار گریگور استیپان سمیرنوف، مجبورم برای یکاری باقاید مهم شما را بزبیته کنم. از من چی میخواهید؟ شوهر مرحوم شما با من شناس بود و موافق دو زبان خط از من 1200 سوم خزار بود. من باید پگاه با بانک زمینداری فایزی پولم را بسپارم. انا برای همین هم شما باید قرض مرا همین روز گردانید. همون وقت و ساعت شما به پول نیاز داشتید و میخواستید خانم قرضتون رو زود برگرداند. با خانم مناسبت دغلانه کرده داد و فیغون میبرداشتید. در اثر هم ابراز و خاراکتر همین گونه انعکاس یافته است. در خود اثر همین گونه هست و باز هم ایجاد دیدی کارگردان هم بود یا بعضی تغییرات ها بود که به همین چیزی که ما برای تماشابین پیشکش کردیم، همین دغلی که میگن در اصل در خودی موضوع هم همین است. باز میخواهم که من با تمرین باشم. باجگیر مرا در راه دیده میپرسد برای چی شما گریگور استیپانیچ ملول مینمایید؟ یک اندیشه کنید چی خیلی من ملول نشوم. پول با من نهایت ضرور. دینا پگاهی حالی صبح ندمیده برامده بودم. اما یه قرضدار هایم را خبر گرفتم. یگان لعنتیاش پیدا نشد که قرضم را ادا کند. عاقبت برای قرضم را گرفتم بیایم و مرا با این خلطه بیخیره ضیافت کنم چی خیلی من ملول نشوم؟ من به خیالم فهمو گفتم مدیر خواجگی از شهر برگردد حقیقت را میگید. من نزد مدیر خواجگی نه، نزد شما آمدم. در تراکتوفکای اثر حالت پسیخولوژی قهرمان، بخصوص قهرمانی خانم قهرمان رو بسیار خوب با رمزها و با شکلهای بسیار عجیب به اصطلاح تئاتر سایه یا تنیوای تئاتر استفاده بردن و این یک در تراکتوفکای اثر، در تهیه اثر یک فرم و یک شکلی اسلوب بیان بسیار خوبی را داد. هر یک نمایش حتما در یک شکل پیشنهادی تماشابین می شود، ولی این شکل و این طرز بیان آیا موافقت می کند یا نه؟ ولی در این اثر 100% موافقت کرد. عبدالکریم مشرب یکی از هنرمندان جوانی که تمام تئاتر در شخصیت وای آینده تئاتر را میبیند، یکی از اونهاست و کارهایش هم تا حدی هم بازی هایش را هم بینندگان را تا حدی قانع میکنند. یعنی معلوم میشد که سلیقه ابراز آفری و بالای ابراز کار کردن و طرز رساندن این یا آن مقصدی که مثلا در پیش هنرمند گذاشته شده است به خوبی میبراید. در نمایشنامه بود لحظه که از اندیشه خود چیزی ایلاوه کرده باشد. بله، پرالوگ و اپیلوگ، یعنی اول و آخری نمایش که شما دیدید اول و آخرش در پیس نیست، یا ما خودمون ایلاوه کردیم. پشت صحنه چی مشکلی ها بود؟ پشت صحنه بود، با وقتای تمرین در ما شوخی همه این رو باید شوخی میکردیم. روی پشت صحنه بود، وقتی که ما روی صحنه میبرامدیم روی صحنه در این چیز علکه، وقتی که به صحنه همون یکم وارد میشه، به صحنه وارد میشه، دیگه همه این چیزا گم میشه، یعنی فراموش میشه. بله بله. در این نمایشنامه ما را پیشنهاد کردن بیشتری بیشتر عبدالکریم نقش لوکا، مردی 70-75 ساله، چون که من یوش بودم برای من به نهایت وزبین بود، دشوار بود و من باور نداشتم که از عهده همین نقش میبرایم و بیشتر از من دیده عبدالکریم با من باور داشت که من میتوانم شهزاد تو از عهده همین نقش میبری. هر روزی از روزها گذشت، تمرین سر شد، 15-20 روز قدم ماندن به صحنه
وقتی قدم اوندن با من دشوار شد. با من جایی رسید که خواستم از این نقش دست کشم. با خودم فکر کردم که من از عهده همین آیا میبرم و نه. چون که سالش کلام بود. دشوار بود. و ما بیشتر عبدالکریم میفهمون تو میتوانی. و کوشش کردیم. حرکت کردیم. فکر جوانی بود که هم چی فکر جوانی که داشتیم قدرت به توانی اما پیشکشی تماشابین کردیم و تماشابین خیلی خوب هم قبول کرد. برای آینده این یک تکانی شد برای که با دیگر نقش ها را چخیل می آفرند. از روی همین نقشی که می آفرید رژیسور ها و کارگردان ها همون نگاه کردن قدم های نخستین هنرمند نگاه کرده از روی همین بعد میروند آینده به کدام نقش ها باور کردن ممکن همین هنرمند به کدام نقش ها باور کردن ممکن نیست انمون از روی همین جا سر می شود و به گمان من قدم های استواری بودند در نمایش خرس. طبیعتا عبدالکریم برای هنر اکتوری برای در صحنه کار کردن هنرمند شدن هم قد و قامت زیبا دارد هم در صحنه فکر کرده می تواند هم معلومات موسیقی دارد که می تواند موسیقی را درک کند. عبدالکریم یک خصلتی دارد که بسیار بچه از محنت نمی ترسد فقط محنت می کند دیگرها را می تواند همراه خود برد هم فکرهای بسیار دارد و بعدی که آنها خودشون مستقلانه بعد از ختم دانشگاه کار اولینی کارگردانی عبدالکریم این از روی اثر آنتون پاولویچ چخوف خرس می باشد و در آنجا خودش نقش اساسی رو اجرا می کرد و صحنه هایی بودند که بسیار هم باز یک صحیفه نوی بود. خرچی من قرصگاه هم مهمان هستم. برای قرصگاهی به چی گونه سر و لباس آمدن ننیشته نشده است. جناب او سایت نگذارانه؟ چی؟ نه چیز نه جناب من میخوام ابلا تو با که گفزنه سده این خب. در کدام لحظه نمایشنامه نقش آفری کردن برای تو مشکل بود؟ مشکلش تا روی صحنه برآمدن است. وقتی تمرین، وقتی که پیسه رو از اول تحلیل شد که وقتی که خوب میکند کارگردان با همراهی هنرپیشگان مشکلی دارد و مشکلی فکر میکنم که این مشکلی یک ثمره میتید. مشکلی بهوده نیست یعنی در این نمایش مشکلی برای من بازم همون تکرار میکنم که تا روی صحنه برآمدن بود. بهترین چیزی که در وای است در عبدالکریم است برای اکتور خیلی ضرور با فکر بنده گوش کردن وقتی که ما دیدم که ای گوش میکنند بعد وقتی که کار سر کردیم گیرد رول بسیار سبا پیدا شد و جستجو پیدا شد اصلی موفق شدن اکتور همین اگر خودکار بکند خودکشی هم گیر میشه مثلا باید خودت وای کنی از بروری همون رول آخر هر یک رول بیوده نمیکن مثلا نمایش تولید میشد نقش تولید میشد اوبرز مثلا تولید میشد جانکنی کردن نکن خیلی زحمت کشتن نکن یک چی شود انامی خیصتی اصلی در عبدالکریم هست وقت که رول اگری وای رول نمیپرد وای میکوبد بعد در یکان جای دنیا در همین طرز در همین شکل چخوف رو نمانده بودند من اینا با باوری بسیار کامل گفته استادم همون شکل پیشنهاد کردن این اثر برای تماشابین بسیار فرمی عالی بود این فرم حیات باطنی قهرمان ها را حیات پسیکولوژی باطنی قهرمان ها را بسیار خوب کشاده داد اصلا این نمایشنامه در ژانر مضحکه روی صحنه آمده است و راغبانش به نهایت زیاد است عبدالکریم مشرب و تامینه سلیمова نقش های مرکزی را با یک مهارت بلند در صحنه اجرا کردند پرچه از این نمایشنامه را یک جا تماشا میکنیم و با صحبت را ادامه میدهیم
من از شما میپرسم پگاه فایزی پول را سپاریدن در کار یا نه؟ کی؟ یا شما گمان میکنه؟ من شوخی میکنم؟ جنابی محترم، خواهش مندم داد نزنید. اینجا برای شما سیزخانه نیست. من از شما سیزخانه نپرسیدم. من میگویم که پگاه فایزی پول را سپاریدن در کار یا نه؟ ای شما خودتان را در بزرگ زنها نگاه داشته نمیتوانید. نه خانم، من خودم را نگاه داشته میتوانم. نه نمیتوانید. شما آدمی تربیت را دیده غلید. آدمانی با آداب با زنها چنین معامله نمیکنید. آها، عجب کاره. لحظه ای که با زبان فرانسوی سخن میگفتید برای من به نهایت جالب بود. این ها میتوانید همون قسمت نمایشنامه رو به ما معنی داد کنید. همین زبان فرانسوی همین خیلی بود که زبان فرانسوی الیتا گب میزدید. این همون الیتا بودگی شاید در پیش زن نشان میدید. برای هم قامجا گب داره که جه و پری اکلیپس لپرل زمینس. همین خیلی ها گپ های چی بوده تراخی رو دونست همین خیلی های دارد. این را قطعی از آنجان ما از توجیکی به فرانسوی گذارانده. چی دار بفرمایید با شما گفته بکنم؟ یا با زبانی فرانسوزی گپ زنم؟ خانم جه و غی اکلیپس لا پیغل سه دیانس منس سیز میزس پرسس غیرهس به اقلانه و بسیار دقل بله من خودم را در حضور زنها نگاه داشتن نمیتوانم. بودن لحظه هایی که شما در این نمایشنامه سخنتون رو فراموش کرده باشید. تکست رو فراموش کردم در این نمایش یاد ندارم. هر چیزی که در سینه در پیسه بود همون بود. اگر که این چیزی زنده است، اگر که اون جو خطاگی شود یا که فراموش شود، وقتی که مغز که میدونی همون یک کلمه دیگه که جمله دیگه خطی هوای میپوشونی ادامه میتی میرود. خانه خانم رو همچون صاحب خانه جایگاه خود شمریدید و هر چیزی که دلتان خواست با رفتار و کردارتان نشان دادید. به خانم تحقیر میکردید، سخنی نوجو میگفتید. اومن همین ابراز شما را تماشابینان چگونه پذیرفتند؟ اول خصوص این را باید تماشابین جواب دهد. بعد فکر میکنم که وقتی که نمایش را از اول تماشا میکنه تماشابین و در آخر میبیند که یک مردی بد جهل با یک مثل یک کودک تغییر مییابد، ابرازش تغییر مییابد، فکر میکنم او دغلیش تماشابین میبخشد. یعنی چی احساسات داشتید در همون لحظه‌ای که شما دغلانه مناسبت میکردید؟ احساس یگانه قرضم رو به دست آوردم، قرضم رو باید بگیرم. همون چیز بود دیگه. این باعث افتخار ما بود که شاگردای ما علاقه همچون کارگردان میتوانند اثرهای رو روی صحنه گذارند و بهتر با نقشای زیاد قهرمانی رو آفرید و حاضر بود یک اثری نو داریم که به نزدیکی پیشکش تماشابینان کردیم. در اونجا عبدالکریم دویم کارگردان است. کدام لحظه نمایشنامه برای خود شما بیشتر پسند بود؟ همون لحظه ای که قهرمان من یعنی سمیرنوف تغییر می‌یابد و یک مونولوگ دارد، همونجا برای من از همه پسندش همونجا است. در دقیقه سیوم نمایشنامه شما درست قید کردید، یعنی احساس کردید که به خانم دل بستید و از رفتار و کردار ناجایتان حتی انگشت پشیمانی گزیدید. بله. تغییر دادن ابراز برای تو مشکل نبود؟ مشکلی هست، مشکل دارد. هر یک وگان کور به مشکلی نمیشود، اما همین شیرینی نقش هم در این است که وقتی که قهرمان میبراید، یعنی ببینید شما در این نمایش گفتید که از 11 دقیقه به صحنه میبراید سمیرنوف قهرمان من، یعنی یک خیس میگن آدمی بد جهل بد رفتار در مدت 30 دقیقه نمایش اوکر تماما یک شخص دیگر میشود. یک آدمی بد با یک بازم تکرار شود با یک کودک مثل یک کودک با این زن عاشق میشود و همین ابراز رو تغییر میدهد و همین چیز هست که یعنی که نقش شیرینیش دائمی است. وقتی قهرمان میبراید یک تماما دیگر کس است و در بین یا که در آخر نمایش وای دیگر تماما دیگر می شود. شیرینی هم دائمی است، مشکلیش هم دائمی است. یک بوی هست که گپ درباره پول می رود و طلب می کند قرض خود را اومده گرفتن و ما یک بوری دیگر دیدیم که
عبدالکریم در اینجا بسیار بدقهر، بسیار سراسیما، بسیار میتواند فکر نمی کند که با بانو گپ زده ایستاده است، با خانم گپ زده ایستاده است، اون فاجعه دارد و خانم که شوهرش وفات کرده است. لیکن در همین لحظه ها هم عبدالکریم توانست بسیار رولی گویم اکنون خاراکتر می را آفرد، رولی نقشه که مخصوصا سیموی مردی بوی همون دوره رو، همون اثرهای چخف رو نشان داد و بسیار هم زیبا بود، بسیار هم خوشرو بود، جالب بود. وقتی که همون نفرتی که همین بوی بچه دارد و برای قرض آمده است میخواهد گیرد از دست این بیوزن، به عشق تبدیل می‌یابد. من وی را قصدن می‌پرانم، لیکن عبدالکریم در نقش اساسی و هم تهمینه بسیار خوب بازیدند، بخصوص عبدالکریم با همین قد و بست، همون انرژیتیک این نقش را، همون نبض پسیکولوژی نقش را عبدالکریم خوب یافت و خوب اجرا کرد و همون حالتهای پسیکولوژی دیگر شدنی قهرمان، خیلی همین حالتی گذریش، این بسیار مشکل است این حالت ها را خوب بیان کرده، ولی عبدالکریم همین حالت های گزارش پسیکولوژی را خوب یافت و خوب اجرا کرد. اصلا اکتوری که میدوند چیکار میکند، کاری میکنه که باید داند. اکتور چی گفت؟ شخصیتی که فکر کرده میدوند. فکرانی آزاد دارد نسبت به رول او وای. بایخ اکتور هم حلاوت میبرد وقت کار کرد. و شاید نتیجه همون یکم کارم هم بود که وقتی که نمایشنامه دویوم من گرفتم، شکار شعر خیلی چیزی پسیکولوژی بود. پسیکولوژی خیلی چیزی دشوار از نقطه نظری اجرای هنرمندی و قهرمان اساسی مثلا شکار شعر نقش هارون نرشید خلیفه بغداد، من یک کسی میدم عبدالکریم مشرف. در آخری نمایشنامه این دو جوان به یک دیگر دل بسته به وصال هم میرسند. بخل و کینه و غرض و بدبینی را از باطنشان دور کرده زندگی را با چشم نیک مینگرند. بشنه آنه برای این کار من خودم رو هیچ گاه نمی بخشم. Thank you.
مقصد از تهیه این نمایش همون بود که اولا پیسه به من خیلی پسند بود. این پیسه رو باید اول بهرام میمون. بهرام باید قطعه امروی بهرام میموندیم. بهرام خواندنی رفت ازبکستان بچی کاری رفت. بعد من ازم رو دعوت کردم و گفتم که نمیه خون. وقتی خون گفتم که همیه برای صحنه بارگرم در کار. و از این کار یکم از تیاتر یکم کس بخبر نبود. فقط من، ازم، تهمینه و شهزاد. چهار کس خیلی که در بلو ذکر کردم در گریم خونه کار میکردیم. تحلیل میکردیم، کار میکردیم و همگی ما در روی صحنه 15 روز، 17 روز کار کردیم. بعد همون صحنه اول و آخره مردم آوریم، مسئله جمع کردیم، مصرف کردیم، همون کار کردیم. مقصد از این یک کاری نقص کردن بود، یک کار کردن، بکار نشیدم. همین قشی بود. بازم میگم که این چیزی مستقلانه بود، کاری مستقلانه بود. که خوشبختانه در همون سال 2017 در پرستو یک دیپلم به دست آورده است. سلام علیکم، تشکر زیاد. سلام باشید. بینندگان گرامی، صحبت داشتیم با قهرمان نمایشنامه خرس، دارنده مدال شایسته، هنرپیشه صاحب استعداد، کارگردان جوان تئاتر دولتی آکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی عبدالکریم مشرب. برنامه نقش بود. خیر، خوش باشید.